شرکت آرمانسازان توسعه اندیش از شرکت‌های وابسته به بنیاد صدر هاشمی نژاد در زمینه گردشگری منطقه نمونه بندر هنزا و تخت سرتشتک از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری موافقت تأسیس را اخذ نموده است. منطقه نمونه بندر هنزا و تخت سرتشتک در مجاورت شهر هنزا، روستای بندر هنزا و منطقه تخت سرتشتک قرار می گیرد. روستای بندر هنزا از طریق جاده های ارتباطی کرمان بافت رابر جیرفت و کرمان راین جیرفت رابر به عنوان محور ساختاری منطقه با یک انشعاب فرعی از طریق جاده ارتباطی شهر هنزا به شبکه ارتباطی استان متصل می گردد. شهر هنزا در 27 کیلومتری شمال شرقی شهر رابر قرار داشته که در 25 کیلومتری از امتداد جاده اصلی ارتباطی رابر به جیرفت با یک انشعاب و طی مسافت 2 کیلومتر به شهر هنزا رسیده و سپس با عبور از این شهر با طی مسافت 2.5 کیلومتر به سمت شمال شرق به روستای بندر هنزا می‌رسیم. منطقه تخت سرتشتک در فاصله 10 کیلومتری شمال روستای بندر هنزا قرار دارد. این محور با توجه به عبور جاده اصلی ارتباطی بافت به جیرفت از نزدیک شهر هنزا، منطقه بندر هنزا و تخت سرتشتک جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. جاذبه های منطقه بندر هنزا و تخت سرتشتک نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه و جذب گردشگر دارد. برخی از جاذبه های طبیعی از قبیل طبیعت بکر منطقه همچون منطقه گلوگازر، وجود چشم سارهای فراوان، درختان مسمر و زیبا، آبشارهای دیدنی، گیاهان معطر، آب و هوای ییلاقی، وجود بافت سنگی پلکانی شکل در میان دره‌ای سرسبز با انبوهی از درختان گردوی کهنسال و آبهای روان رودخانه، دره‌ای سرسبز و زیبای بندر هنزا تا تخت سرتشتک در ارتفاع حدود 3700 متر از سطح دریا، منطقه سرتشتک به عنوان بام منطقه سکونتگاهی حوضه هنزا که توسط ارتفاعات بلند احاطه و محاصره نشده و جریان هوا در این ناحیه و جابجایی هوای بین سطوح مختلف واقع در این ارتفاع و ارتفاعات همجوار به راحتی صورت می‌گیرد. مناطق کوهستانی با توپوگرافی پیچیده، ارتفاعات و صخره‌ها، چمن طبیعی، منطقه وسیع و مسطح تخت سرتشتک، وجود بارندگی‌های مناسب و بارش برف تا چندین ماه، حتی اواخر تیر ماه و ماندگاری برف بر بستر خاک و امکان ایجاد ورزش‌های مرتبط با برف و چمن میتوان نام برد. منطقه نمونه مورد نظر شامل 5 قطعه زمین است که قطعه شماره 1 در جنوب شرقی شهر هنزا و همجوار با زمین اردوگاه مجموعه آموزشی با ارتفاع 2740 متر از سطح دریا، قطعه شماره 2 در 4 کیلومتری شمال روستای بندر هنزا با ارتفاع 3100 متر از سطح دریا، قطعه شماره 3 در 5 کیلومتری شمال شرق روستای بندر هنزا با ارتفاع 3300 متر از سطح دریا و قطعات شماره های 4 و 5 در قسمت جنوب غربی تخت سرتشتک در فاصله 9 کیلومتری روستای بندر هنزا با ارتفاع 3450 و 3600 متر از سطح دریا در نظر گرفته شدند. در ادامه با استفاده از عکس ها و تصاویر هوایی که با پروازهای متعددی بر روی این مناطق انجام شده است، مشخصات این مناطق به صورت بصری گزارش شدند. پرواز اول، محدوده شماره 6، پیست اسکی که در بالای چشمه ملکی و در ارتفاعات کوه دندانه و نشانه قرار گرفته است. این محدوده برای پیست اسکی بسیار مساعد و مناسب می باشد، زیرا علاوه بر اینکه شیب مناسب و ملایمی دارد، دارای طولی به مسافت تقریبی 6 کیلومتر بوده که می تواند برای پیست های حرفه‌ای توجیه پذیر باشد. علاوه بر این، محدوده در نزدیکی چشمه ملکی قرار گرفته و جاذبه گردشگری مناسبی دارد.
پرواز دوم، محدوده شماره 1 و 5 پیست اسکی. این دو پیست انتخابی در محدوده تخت سبتشتک قرار گرفتند و علاوه بر این که شیب مناسبی دارند، دارای طولهایی به مسافت تقریبی 1 و 2 کیلومتر هستند که می توانند برای افراد مبتدی و آماتور مناسب باشند. قرار گرفتن این دو پیست در محدوده تخت سبتشتک بر جاذبه های گردشگری آنها افزوده است و دسترسی به آنها نیز آسان است. این دو محدوده شیب‌های دو کوه روبروی هم می باشند. پرواز سوم، محدوده اسکی شماره 4. این پیست به طول تقریبی 4 کیلومتر دارای شیب مناسبی جهت اسکی افراد حرفه‌ای می باشد. به دلیل اینکه این منطقه در فاصله 4 کیلومتری از شمال تخت سرتشتک قرار گرفته است، دسترسی به آن به دلیل نبود جاده مناسب بسیار مشکل است. لذا این منطقه می تواند برای فازهای توسعه بعدی مد نظر قرار گیرد. پرواز چهارم، پیست اسکی شماره 7. این پیست هم به دلیل واقع شدن در محدوده ی تخت سرتشتک در دست رس می باشد. این پیست دارای طول تقریبی 1 کیلومتر است که برای افراد مبتدی در نظر گرفته شده است. گلی هوک یا گلو هوک. این گلو در مسیر جاده هنزارابر قرار گرفته است و پس از طی 9 کیلومتر جاده آسفالته از هنزا به رابر، مسیر خاکی به مسافت تقریبی 11 کیلومتر برای رسیدن به این جاذبه گردشگری باید طی شود. قرار گرفتن این گلو در مسیر رودخانه سرمشک بر جاذبه های طبیعی آن افزوده است. برای دستیابی به این منطقه گردشگری می بایست مسیری حدود 1 ساعت از میان صخره ها و در مسیر رودخانه به صورت پیاده طی شود تا به گلو هوک رسید. از دیگر جاذبه های گردشگری و طبیعی این منطقه وجود صخره های سفید و صاف است که بدون استفاده از تجهیزات مناسب رسیدن به نقاط انتهایی و عبور از برخی از آنها غیر ممکن خواهد بود.